ایران فردایی روشن، بازخوانی و شناخت تاریخ و سیاست در ایران. تهیه و اجرا دکتر سعید احمدی. برنامه از رادیو مانی. با درودهای بسیار گرم و صمیمانه حضور شما بینندگان و شنوندگان رادیو مانی و با سپاس از مانی گرامی که این فرصت رو همواره در اختیار من قرار میدهم که بتوانم افکار و اندیشه های خودم رو با شما همیهنان گرامی و نازنینم در میان بگذارم. بحث امروز ما راجع به اسلام سیاسی است، چیزی که چندین سال است در جهان مطرح است و بسیاری تحولات و تغییرات اجتماعی رو در کشورهای مختلف، نه تنها در سرزمین‌های اسلامی بلکه حتی در کشورهای غیر اسلامی مثل کشورهای اروپایی، استرالیا و آمریکا هم به وجود آورده است. پرسشی که امروز مطرح هست این است که آیا اسلامیسم هم مانند کمونیسم در حال افول و در حال پایین رفتن و سقوط است یا خیر، یا اینکه روز به روز تقویت می‌شود. روزگاری نه چندان دور بسیار مشکل بود برای مردمان جهان که تصور بکنند که روزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فروپاشی خواهد کرد و تصور بکنند که روزی حزب کمونیست چین درهای باز اقتصادی رو خواهد گشود و با همان روش سابق به دیپلماسی و سیاست ادامه خواهد داد و روزی بسیار مشکل بود که کوبا هم تصمیم بگیرد که آهسته به جریان و جرگه کشورهای دیگر، کشورهای آزاد جهان بپیوندد و آثارش رو امروز میبینیم. به هر صورت همه ایسم ها اندیشه های بشری هستند و از تفکر و تعقل بشر بیرون میآیند و هر کدام در جای خود کاربردی دارند، اما به نظر میرسد که هر کدام در یک برهه‌ای از زمان کارایی خاص خودشون رو دارند. حتی اسم‌های دیگر مانند لیبرالیسم یا کاپیتالیسم هم می‌بینیم که هر کدام در جریان تحولات و تغییراتی قرار دارند. به هر روی بحث امروز ما راجع به اسلامیسم است یا آنچه که در جهان غرب به اسلام سیاسی معروف شده است. بد نیست پیش از این که پیش‌بینی کنیم که آیا اسلام سیاسی در حال سقوط است یا در حال از بین رفتن است یا در حال کم رنگ شدن و کم اثر شدن است یا خیر، ببینیم که اساساً اسلام سیاسی از کی پدیدار شد. در جریان جنگ جهانی اول دو کشور بزرگ استعماری اون زمان یعنی فرانسه و انگلستان در صدر بودند که با کمک ایران فردایی روشن بتوانند بازخوانی کشور و شناخت تاریخ و سیاست عثمانی در ایران در هم بشکنند و متصرفات عثمانی رو دکتر سعید احمدی و همین جهت برنامه اساس توافقات رادیو شد و پیش از پایان جنگ توافقی که میان فرانسه و انگلستان انجام شد و به تایید روسیه هم در اون زمان رسید به نام قراردادی به نام سایکس و پیکو، در نهایت بعد از اینکه عثمانی رو شکست دادن سرزمین های عثمانی به دو کشور فرانسه و انگلستان رسید و هر کدام بنا به مصالح خود بخشی از این سرزمین‌ها رو تحت حمایه خود قرار دادند و بر این سرزمین‌ها تاختند و راندند و مرز تعیین کردند و حکومت آوردند و حکومت بردند و هر آنچه که خواستند کردند و این باعث شد که به شخصیت اجتماعی مردمان منطقه که عموماً مسلمان هم بودند به نوعی بر بخورد که اونها فکر کنند با خود که تحقیر شدند، فکر کنند هویت اونها مورد خطر قرار گرفته، مورد نابودی قرار گرفته است و به طور کلی جهان غرب بی توجه به آنچه که مردمان منطقه میخواهند و صاحبان اصلی این سرزمین ها هستند هر آنچه میخواهد با آنان و سرزمین اونها میکنند. لذا جرقه هایی در اینجا و آنجا پیدا شد که در مصر در 1928 توسط معلمی به نام حسن البنا با تشکیل سازمانی که بعداً اخوان المسلمین نام گرفت به اوج خود رسید. حسن البنا به این نتیجه رسیده بود که برای پاسخگویی به همه گرفتاری ها
برای پاسخگویی به همه صدماتی که استعمار به اونها وارد کرده است، یک حربه، یک وسیله میتواند مؤثر باشد و آن اسلام است. و لذا از برادران و خواهران مسلمان خود میخواست که برای رهایی بایستی رجعت کنیم به گذشته، برگردیم به اصل، یعنی دوران پیامبر اسلام. اخوان با این طرز تفکر حسن البنا با کمک 6 نفر از کارگرانی که در کمپانی کانال سوئز کار میکردن شروع شد و امروز میبینیم در بیش از 80 کشور جهان اخوان مسلمین شعبه دارد، البته با نامهای مختلف، من جمله در ایران که با نام فدایان اسلام هست، و حتی در کشورهای غربی و غیر اسلامی امروز اخوان مسلمین شعبات بسیاری دارد. به هر روی اگر بخواهیم اسلام سیاسی رو بررسی کنیم و پیدایش اون رو و به دوره‌های مختلف یا فازهای مختلف تقسیم بکنیم، فاز اول از 1928 و اعلان تشکیل اخوان المسلمین توسط حسن البنا به وجود میاد، پیدا میشه. حسن البنا متوجه شده بود که برای جا اندازی این اسلامی که او معرفی میکند و برای گرد آوردن مردمان، بهتر است از شیوه هایی استفاده کند که بتواند توده های فقیر رو در کشورهای اسلامی به خودش جلب بکنه. ساختن درمانگاه ها، ساختن بیمارستان ها، ساختن مساجد برای شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان، کمک های مختلفی که میشود به خانواده های بی‌بضاعت کرد، و از این طریق اخوان المسلمین توانست به سرعت رشد پیدا کند و توده های فقیر و کم درآمد و در این حال با گرایشات شدید مذهبی رو به خودش جلب کند. بنابراین هسته اولیه اسلام سیاسی در اینجا گذاشته شد، اسلامی که در نهایت می گفت اگر ما نتوانیم به پیروزی برسیم، تنها راه چاره ما جهاد است. در 1970 اتفاق دیگری در مصر رخ داد و آن یک حرکت سکولار دانشجویی بود که از سوی دانشجویان و دانش آموزان مصر به وقوع پیوست، اما توسط همین اسلامیست ها سرکوب شد و به این ترتیب حرکتی که می رفت تا یک تحولی در کشور مصر که سمبل کشورهای عربی بود در اون زمان به وجود بیاورد، این تحول متوقف شد. رخداد دیگر 1973 بود، جنگی که میان عرب و اسرائیل رخ داد. برخلاف جنگ‌های پیشین، این جنگ رو یک جنگ اسلامی تلقی کردند و به همین دلیل نام بعث رو، یعنی جنگی که در دوران پیامبر اسلام اتفاق افتاده بود، بر روی این جنگ نهادند، اگرچه عرب مطابق گذشته از اسرائیل شکست نظامی خوردن، اما یک پیروزی سیاسی به دست آوردن و این بار این جنگ به جای جنگ عرب و اسرائیل، جنگ مسلمانان با اسرائیل مطرح شد. جهان غرب در این فاز متوجه شد که اسلام سیاسی می تواند یک وسیله ای باشد برای جایگزین کردن حکومت ها، و حکومت های کلاسیک رو می شود به نوعی با حکومت های جدید از نوع اسلامی تغییر داد. به همین جهت اختلافاتی که اونها با پادشاه ایران داشتند بر سر مسئله نفت به خصوص، و بعد هم بر سر مسائل نظامی و عدم توازنی که توسعه ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه به وجود آورده بود، با خود اندیشیدند که بهترین وسیله برای از بین بردن این سیستم و جایگزین کردن آن با یک نظام دیگر، یک نظام اسلامی است. زیرا اگر صرفاً مخالفت با شاه بود، خب شاه ولیعهد داشت، نایب السلطنه داشتیم در اون زمان، و اگر اساساً نمی‌خواستند که سیستم پادشاهی در ایران بماند، خب افراد مکلایی بودند که در جبهه ملی، در سازمان‌های دیگر که حتی اپوزیسیون حکومت پادشاه بودند، از میان اینها می توانستند حتی سیستم رو به جمهوری تغییر بدهند. اما دیدیم که
اهداف غرب بر اصول دیگری بنیان گذاشته شده بود و اصل اول این بود که تغییر حکومت با حکومت‌های اسلامی، کاری که بعدها در کشورهای دیگر هم انجام شد. به هر روی در ایران حکومت شاهنشاهی جای خودش رو به حکومت جمهوری اسلامی میدهد که همه شما همیهنان گرامی واقف هستید که چه نوع حکومتی است و امروز هم همه ما شاهد هستیم که در واقع معنی حکومت اسلامی حداقل در کشور ما، در سرزمین ما چیست و فرایند او کدام است. در 1980 فاز اول اسلام سیاسی به پایان میرسد و فاز دوم آغاز میشود. چرا؟ چون در اواخر سال 1979 در نوامبر و دسامبر 79 اتفاقی در عربستان سعودی رخ داد و اون اتفاق این بود که عده‌ای تندرو اسلامی مسجد الحرام رو اشغال کردند، اشغال مسلحانه کردند و ادعا کردند که یکی از افرادی که در میان اونها هست همون مهدی موعود است که منتظرش هستند مسلمان ها یا برخی از مسلمان ها و این ظهور کرده است و او خواستار برچیده شدن بساط حکومت آل سعود بود در عربستان سعودی. درگیری مسلحانه به وجود آمد. ارتش، نیروهای ویژه ارتش عربستان سعودی به کمک ارتش پاکستان و در نهایت نیروهای ویژه‌ای که از کشور فرانسه به عربستان رفتن بعد از کشتاری که از طرفین به وجود آمد توانستن مسجد الحرام رو آزاد بود. و این در واقع نقطه عطفی بود برای جهان اسلام، کشورهای منطقه خاورمیانه که از یک سو با آمدن خمینی و اجرای قوانین اسلامی اینها ناگزیر بودند از اون مدرنیزاسیون خودشون دست میکشن و از سوی دیگر با این اتفاقی که رخ داده بود اینها ناگزیر بودند که آهسته بروند و یک مقدار زیادی توجه خودشون رو به اسلامیست ها بدهند و پولهای زیادی در اختیار مفتی ها و آخوند ها و غیر و زالی قرار بدهند برای حفظ حکومت های خودشون. مثال واضح این موضوع آقای پرزیدنت انور سادات است که ایشان اگرچه یک فرد سکولار بود اما ناگزیرش تحت همین فشارها و شرایطی که وجود آمده بود دستور بدهد که قانون اساسی مصر یک متممی پیدا بکند که قوانینی که صادر می شود منطبق با قوانین اسلامی باشد. مجموعه این تحولات وضعی رو به وجود آورد که خمینی اون وضع رو توانست به نوعی تکمیل بکند و اون پیدایش فاز دوم است که آقای خمینی دستور می دهد تشکیل گردانهای انتحاری رو در تهران و در پادگانهای نظامی که حالا شده از پادگانهای سپاه پاسداران و در پادگان اشرت آباد. مسلمانها از گوش و کنار جهان میآورند، در این پادگانها تعلیم میدهند که چگونه اینها خودشون رو مجهز به مواد مفجره بکنند و یا اتومبیلهایی رو پر از مواد مفجره بکنند و در میان جمعیت اینها رو منفجر کنن یا به ساختمان ها بزنن و دیدیم که از همین شیوه بعدن حزب الله لبنان استفاده کرد که 241 نفر تفنگدار دریایی رو در لبنان به قتل رساندن و اگرچه این به اصطلاح سیستم انتحاری اختراع آقای روح الله خمینی بود و شیعیان مسلمان اون رو به وجود آوردن اما بعدن دیدیم که سنی ها هم اقتباس کردند و در کشتار و جنایت گروه های فلسطینی سنی مثل جهاد اسلامی و حماس حتی از پی ال او هم جلو افتاد. این فاز خشونت اسلام سیاسی با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به اوج می‌رسد، از سراسر جهان
مسلمانان سنی وارد عربستان میشوند، وارد افغانستان میشوند که با کمونیست ملحد به جنگ بپردازند. و صد البته که آمریکایی ها برای گرفتن انتقام ویتنام از اتحاد شوروی، برای کمک های زی قیمتی که به ویتکونگ ها میکرد وارد عمل شدن، و ضمن اینکه نمیخواستن پیشروی اتحاد شوروی رو در خاورمیانه تحمل بکنن، به این ترتیب کمک های نظامی ارتش پاکستان، پول های بیدریق عربستان سعودی و تعلیمات CIA باعث شد که این اسلامیست ها بتوانن به رایگان تعلیمات نظامی ببینن، تعلیمات امنیتی ببینن و آهسته ولی پیوسته به صورت ارتش‌هایی در بیاین برای فردا. کما اینکه بعداً دیدیم که همین‌ها بعد از اینکه اتحاد شوروی از افغانستان خارج می‌شود در برابر آمریکا می‌ایستند، چون حالا آمریکا رو یک نیروی مهاجم، یک کشور مهاجم به افغانستان می‌دیدند. و به این ترتیب است که فاز دوم، یعنی فاز خشونت و رسیدن به این مطلبی که در 1928 حسن البنا مطرح کرده است که در نهایت ما با جهاد میتوانیم به خواستهای خودمون برسیم، به اوج میرسه و جهاد در سراسر سرزمین‌های اسلامی خودنمایی میکند. و میبینیم که در ایران هم آخوندها مرتب صحبت از جهاد میکنن و خمینی میگوید، تهدید میکند همه مخالفین رو که کاری نکنید که من فرمان بدم. بعد از همه این خشونت ها و گرفتاری هایی که مسلمانان افراطی و اسلامیست های فاندامنتالیست در سراسر کشورهای عربی و خاورمیانه و کشورهای مسلمان به وجود آوردن، به این نتیجه رسیدن که ما بایستی کم کم در این فکر باشیم که قدرت رو به دست بگیریم، حکومت رو به دست بگیریم. ما تا کی میخواییم در کوها و غارها زندگی کنیم و به جنگ و نبرد چریکی با مخالفین بپردازیم؟ به همین جهت در 1990 است که فاز سوم، یعنی فازی که به دنبال تشکیل احزاب سیاسی است، احزاب سیاسی اسلامی آغاز می شود. در 1990 شاهد بودیم که حزب اسلامی، جبهه اسلامی الجزایر توانست قدرت رو در دست بگیره، اگرچه در 1992 کودتا شد، 100,000 الجزایری در این جریان جان باختند، ولی می بینیم که در 1992 آقای حسن نصرالله که رهبر حزب الله لبنان است رسما میاد در انتخابات شرکت میکنه. تا دیروز کارهای مخفیانه میکرد، خودشو نشون نمیده. و بعد 1995 است که ما میبینیم در مصر اخوان المسلمین رسما در انتخابات شرکت میکنه، شرکت فعال میکنه و رأی به دست میاره. به این ترتیب در فاز سوم اسلامیست ها معتقد شدند به این که به جای اینکه صرفاً به خشونت بپردازند، می توانند تلفیقی از خشونت، جهاد و سیاست رو با یکدیگر به کار بگیرند برای تشکیل حکومت ها. جهان غرب اشتباه بزرگش در اینجا بود که تصور می کرد که اگر این افراد تندروی اسلامی حکومت رو در دست بگیرن، اینها کم کم افراد متعادلی میشون که میشود با اینها سازش کرد، میشود با اینها زندگی کرد، میشه با اینها گفتگو کرد. همین نظری رو که آقای اوباما داشت که با جمهوری اسلامی اگر ما مذاکره کنیم، گفتگو کنیم و اینها رو در بازی خاورمیانه به بازی بگیریم و اینها در این موزاییک خاورمیانه جایی برای خود داشته باشن، مسلماً این رژیم دست از خشونت ها میکشه، با ما همکاری میکنه. ولی دیدیم به محض که برجام امضا شد، آقای خامنه ای دستور انجام آزمایش موشک های بالستیک خودشون میده.
اینها اشتباهاتی بود که غرب کرد. در فاز بعدی که در پایان 1990 انجام می شود و در آغاز 2000 و اون اتفاقی است که در آمریکا رخ می دهد و جریان حمله به اون برج‌های دوقلو پیش می آید، آقای جورج بوش به این نتیجه می رسد که با استفاده از اسلامیست های میانه رو ما بایستی جلوی اسلامیست های تندرو رو بگیریم و به این ترتیب یک اشتباه دیگری که جهان غرب می کند این است که متوجه نمی شوند که آقای اردوغان و یا افراد دیگری که در اینجا و آنجا اینها تقویت می کنند و به عنوان اسلامیست های مدرن می خواهند به خودشون بقبولانند و به جامعه جهانی، اینها افکار و اندیشه هاشون با همون اسلامیست های تون رو یکیست و در واقع اینها دیکتاتورهای کراوات زده هستند. و امروز کارهایی که آقای اردوغان کرده است در ترکیه و محدود کردن مردم، از بین بردن دموکراسی و هر روز خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از مجلس که همین دو روز پیش مجلس ترکیه رأی داد برای اختیارات بیشتر به آقای اردوغان، این اشتباهاتی بود که جهان غرب پی در پی انجام داد و با روی کار آمدن آقای اوباما و تقویت جریان گلوبالیستی جهانی، یعنی همون جریانی که با دسیسه های متعدد و با نقش چینی های متعدد شخصی مثل اوباما رو روی کار آورده بود، این موج اسلامگرایی در جهان و در کنار موج اسلامگرایی موج خشونت اسلامی در جهان رونق گرفت. آقای اوباما پیش از انتخاب شدن، پیش از اینکه رئیس جمهور بشود، جایزه صلح نوبل گرفت، ولی بعد میبینیم که همین آقای اوبامایی که سرزنش میکند جورج بوش رو برای حمله به عراق، به لیبی حمله میکند و وضعیتی در لیبی به وجود آمد که امروز همه ما شاهد هستیم چه وضعیتی است. و در دوران همین آقای اوباما هست که در 2003 بهار عربی آغاز میشود برای سرنگون کردن رژیم های منطقه، صرف نظر از اینکه این رژیم ها رژیم های دیکتاتوری بودن، اما حداقل در منطقه امنیت بود. حداقل این ویرانی که امروز ما در خاورمیانه شاهد هستیم وجود نداشت. اما اشتباهات جهان غرب یکی بعد از دیگری، تصمیم گیری های غلط، به کار بردن راه های نادرست، نداشتن بینش سیاسی از سوی سیاستمداران غربی، ضربه های هولناکی رو به خاورمیانه و مردم خاورمیانه وارد کرد. اینها دلشاد به این بودند که کشورهای خودشون رو امن میکنند، مرزها رو کنترل میکنند، فرودگاه ها رو کنترل میکنند و در این حال این منطقه ای که سرشار از منابع انرژی جهان است رو به گونه ای مردمانش رو به جان یکدیگر میاندازند که اونها در فکر جهاد و بازگشت به قرون وسطا باشن، به دنبال قوانین شریعت باشن، پیاده کردن قوانین شریعت و بخواهند به 1400 سال پیش برگردن و ما با بردن ثروت اینها میتوانیم در اینجا در امنیت و رفاه زندگی. اشتباه بزرگ غربی ها این بود که تصور نمی کردن که تفکر و اندیشه مرز نمی شناسند. اگر مارکس اندیشه ای رو معرفی کرده است، اگر آقای شلینگ اندیشه ای رو آورده است، اگر دانشمندان دیگر اندیشه های رو آورده اند، اگر ژان ژاک روسو مطلبی رو بیان کرده است، اگر آقای ساموئل هانتینگتون تئوری و نظریه داده است، این در یک مرز نمی ماند. مرز اندیشه جهان است. هر کجا که یک انسان است،
اندیشه و تفکر بشری میتواند حرکت کند، به سادگی همه مرزهای دریایی و زمینی و هوایی رو پشت سر بگذارد و به سراسر جهان برسد. تولید اندیشه خشونت، تولید اندیشه جهاد، تولید اندیشه ضد بشریت و چشم پوشی بر این اندیشه های مخرب از سوی جهان غرب و حمایت کردن از آدم کشان ما قبل تاریخ، سرانجام به سرزمین های خود اینها رسید و متوجه شدند که دیگر نمیتوانند اون نفت رو به راحتی مصرف کنند. حالا دیگر در خانه های خود امنیت ندارند، در بیمارستان های خود امنیت ندارند، در دانشگاه ها امنیت نیست، در کلیساها امنیت نیست، در کلوب های شبانه امنیت نیست، در کوچه و خیابان و در مرکز خرید امنیت نیست. تازه متوجه شدند که چه اجتماع بزرگی کردند. تازه متوجه شدند که اندیشه بشری اگر مخرب باشد میتواند از هر سلاح کشنده دیگری قدرت تخریبی بیشتری داشته باشد. لذا جهان ما جهان خسته است. مردمان ناآسوده و خسته دل هستند، پریشان خاطر هستند. جنگ ها، جنایت ها و پولهای گزافی که میبایستی خرج سازندگی کشورها و آرامش مردمان بشود خرج جنگ ها و نابودی میشود. لذا امروز سوای اون تحولاتی که اسلام سیاسی پس از سقوط امپراتوری عثمانی پیدا کرده است، یک روند و اندیشه دیگری در جهان مطرح شده است و آن این است که چه کنیم که بهتر زندگی کنیم. و ملت‌های جهان به این نتیجه رسیدند که برای زندگی بهتر، بهتر است که ملت‌ها با یکدیگر سازش کنند سوای حکومت‌ها. ملت‌ها متوجه شدن که حکومت‌ها رو حداقل در کشورهای دموکراتیک خودشون انتخاب می‌کنن، اما این حاکمان برانند به محضی که بر اریکه قدرت نشستن ساز دیگر بزنن. و دیدیم که مردمان بریتانیا نشان دادند که دیگر نمی‌خواهند تابع حکومت‌هاشون باشند و دیدیم مردمان آمریکا نشان دادند که دیگر به دنبال سیاستمدارانی که لفظ قلم صحبت میکنند و در پوشش الفاظ سعی میکنند همه حقایق رو نادیده بگیرند و با وعده های پوچ و توخالی مردمان رو به بیراه ببرند دیگر نمیخواهند. شخصی رو انتخاب کردند که از دید بسیاری شخصی است که برای این کار ساخته نشد. اما مردمانی که رنج این افکار و اندیشه های پلید رو چه به صورت مستقیم کشیدن که امنیت احساس نمی کنند و کسانشون رو در تیراندازی ها و در درگیری های خیابانی و غیره از دست دادن، چه به صورت غیر مستقیم که معیشت خودشون رو در خطر می بینن، زندگی روزمره شون در خطر، خانه و کاشانه شون از دست دادن. لذا این تحول در جهان ما امروز به گونه انقلابی عمل می کند. یعنی امروز ما با یک انقلابی در جهان مواجه هستیم که دیر زمانی نیست آغاز شده است. هنوز به شکل نسیم ملایمی است که این نسیم می تواند هر لحظه و هر روز سرعت و شدت بیشتری پیدا کند. تحولات بسیاری در راه است. ناسیونالیسم سرکوب شده توسط گلوبالیست ها دوباره دارد سر بیرون می آورد. ملت ها دوباره متوجه هویت ملی خودشون می شوند، چیزی که در طول 25 سال گذشته کوشیدن سرکوب کنند.
از مردمان بگیرند، مردمان رو با گذشته و تاریخ و فرهنگ باستانی خودشون بیگانه و ناآشنا کنند. امروز عصر تحول جدیدی در جهان ما آغاز شده است و بهتر است که کشورها، ملتها با توجه به این تحولات جهانی، با توجه به انقلابی که در راه است، بتوانند تشخیص بدهند که موقعیت هر کدام از اونها در این تحول در کجاست و از این تحولی که به وجود می آید چگونه می شود بهترین نتیجه گیری رو برای آینده کرد. و در کشور ما باور من این است که به عنوان یک ملت باستانی، به عنوان ملتی که یکی از بنیانگذاران بزرگ و مؤثر تمدن درخشان جهانی بوده است و بدون شک کهنسالترین ملت جهان است، فرض است که با بازگشت به فرهنگ و تمدن خود، نه در جا زدن در اون تمدن و فرهنگ، بلکه بازنگری این فرهنگ و گرفتن توشه‌ای در خور امروز متناسب با وضع امروز از اون گنجینه غنی و با نگاهی سازنده به فردا و با امید و با عشق به ایران بکوشی تا فردای روشن برای خود بیافرین، بکوشی تا از تحولی که در جریان است، تا از انقلاب بزرگ انسانی که در راه است، از تحول اندیشه‌ای که در راه است نهایت استفاده رو کنیم. بنابراین من فکر میکنم که تفکر خشونت، تفکر جنگ، تفکر جهاد در حال افول است و لذا اسلام سیاسی در حال افول است و تفکری در راه است برای تعامل با یکدیگر، برای سازندگی، برای شادزیستی و برای فردای بهتر. با شما همیهنان گرامیم تا برنامه دیگر بدرود میگویم، با سپاس بسیار از رادیو مانی و همه شما ناظرینان که با ما همراه بودید. پاینده ایران.